سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز. امیدوارم هر جا که هستید شاد و سلامت باشید. این هفته هم در خدمت شما هستیم با یکی از عزیزانی که ویدیوشون رو برای ما فرستادن، که البته باید بگم دو تا از عزیزانی که ویدیوشون رو برای ما فرستادن. این هفته میخوام در مورد MS براتون صحبت بکنم. دو بیمار درمون شده MS داریم که هر دو، یکی جدید یکی قدیمی تر، بهبودی پیدا کردن و من میخوام ویدئوی هر دو رو برای شما به نمایش بگذارم. بعد از اینکه این رو دیدید برمیگردیم. من حالا با شما خیلی صحبت دارم که با هم دیگه بکنیم. سلام میکنم خدمت آقای دکتر. من خانم خلیلیان هستم و من سال 93 MS گرفتم و سفارش دارو دادم. طی دو مرحله داروهای ایشون استفاده کردم و موقع MRI دادن دیگه کاملا پلاکتم خاموش شده بود، خدا رو شکر، و خیلی خوب شدم. و اینکه علائمی که داشتم ته قبل از اینکه با آقای دکتر آشنا بشم، من سرگیجه خیلی بدی داشتم، سردرد داشتم و دوگانه بینی داشتم، خیلی اذیتم میکرد. و اینکه راه میرفتم یه وقتایی خوب میخوردم رو زمین، ولی خب داروی ایشونی که استفاده کردم، از همون اول که شروع کردم داروشون رو استفاده کردم، من این بهبودیاتی استفاده کردن احساس میکردم و خیلی رضایت داشتم و میدونستم که خوب میشم و خدا رو شکرم که خوب شدم. و اینکه بعد از خوب شدنم، یعنی پلاکا که دیگه خاموش شد، به هیچ عنوان دیگه اصلا این موارد عوارضی که داشتم و یعنی سرگیجه و سردرد، خوردن رو زمین یا نمیدونم دوگان بینی رو دیگه اصلا پیدا نکردم و خیلی از این بابت راضی بودم. یعنی دیگه واقعا خوب شدم، مثل کسی که انگار دو مرتبه به دنیا اومده. من از آقای دکتر خیلی 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 تشکر میکنم. خیلی خیلی واقعا ایشون از اون طرف دنیا واقعا کسی هستن که بیماری هستن که تو ایران خوب میکنن. یکیشون خودم بودم و خیلی تشکر میکنم از آقای دکتر بابت این، اینکه واقعا وقتشون رو گذاشتن برای این کار و خوب شدم دیگه. واقعا دوستم خیلی های دیگه این کار انجام بدن و سفارش دارو بدن به آقای دکتر و اینکه اصلا پشیمون نمیشن و خیلی هم خوشحال میشن. چرا؟ چون بهبودی کامل رو به دست میارن. من بازم تشکر میکنم از آقای دکتر و اینکه خیلی متشکرم و سپاسگزارم. خدا نگهدارتون. سلام عرض میکنم خدمت دکتر وزیری تبار و دکتر دلربای عزیز و بینندگان محترمی که این برنامه رو میبینن. بنده دلبر طاهری هستم، بیمار بهبود یافته دکتر وزیری تبار. بنده 8-9 سال گذشته به بیماری MS مبتلا شدم. سرگیجه، سردرد، نداشتن تعادل، دوبینی، گزگز، کلن اینا رو من داشتم. روز به روزم بدتر می شدم که به دکتر مغز اعصاب مراجعه کردم. برامون ایشون MRI نوشت. بعد مشاهده MRI فرمودن که شما به بیماری MS مبتلا شدین. یه سری داروهایی هست که اینا رو استفاده میکنین و اینا پیشگیری میکنه از این بیماری. و منم این داروها رو گرفتم. یه سری آمپولای بودن که هفته یه دونی آمپولای سنووکس، هفته یه دونی استفاده میکردم و یه سری داروهای دیگه که اینا رو استفاده کردم. یه مدت کوتاهی گذشت، دیدم اصلا حالم خوب نمیشه، اصلا با اینا خوب نمیشم. اولا که استفاده میکنم یه خود حالم رو خوب میکنه، اواخر که میرسه اصلا این داروها میره، دوباره به این بیماری این علائم بهم برمیگرده، بازم دوبینی و گزگز و اینا. ناراحت بودم، برگشتم پیش دکترم، رفتم گفتم دکتر جان من چیکار کنم، این دارو اصلا خوبم نمیکنن. گفت دخترم اینجا دیگه داروی جز اینا نیست که برای این بیماری، تو این دارو رو باید استفاده کنی، ما اصلا درمان نداریم، ما فقط پیشگیری میکنیم، اینا یه خورده کندش میکنیم و چقدرم که عمر داری این بیماری باید باهات زندگی کنه دیگه، این بیماری داری تو. خیلی ناامید شده بودم، خیلی میگم که افسردگی حادی گرفته بودم، پیش روانشناس حتی میرفتم، کلا دیگه زندگیم به هم خورده بود، امیدی نداشتم به زندگیم.
خونه خودم بودم، دیدم که جناب دکتر وزیری تبار دارن صحبت میکنن از بیماری های خاص، از نحوه درمان بیماری با سلول های بنیادی. نشستم باشم نگاه کردم اینا، برداشتم دیدم شماره نوشته، یکی از شماره رو برداشتم تماس گرفتم، یه خانمی جواب ما داد، شماره تلفنم از من گرفت، گفتن که دکتر در اسرع وقت باهاتون تماس میگیرن. که مدت کوتاهی گذشت دکتر خودشون با هم تماس گرفتن، شرح حال بیماری ما از من پرسیدن، پرونده پزشکی ما خواستن، من هم براشون توضیح دادم و دکتر فرمودن که دخترم شما خوب میشید، 100% سلامتی رو به دست میارید. به هم امید دادن، خیلی خیلی امیدوار شدم. بعد مدت کوتاهی دارا اومدن دستم، پلاس دارا رو گرفتم و دکتر فرمودن که با این دارا یه رژیم خاصی هم باید بگیری، یه رژیمی دارن این دارا که انجام دادن. هرچی دکتر فرموده بودن من هم همون کار کردم، طبق نظر دکتر من اینو پیش رفتم و این دارا رو استفاده کردم. حتی هم از دکتر عزیزم پرسیدم، گفتم دکتر جا من الان میتونم بازم سنووکس، آمپوله سنووکس هفته یک استفاده کنم؟ گفت نه دخترم، همونجوری اونا رو بریز تو سطل زباله. گفتم دکتر اینا رو استفاده نکنم حالم بدتر میشه، قابل به بیرون رفتن نیستم، میافتم، یه دفعه از پله برم پایین میافتم، تو خیابون باشم یه دفعه میخورم زمین. گفت اصلا نگران نباش، یه خورده تعامل کن تا بذار یه مدتی بگذره. خلاصه من چند روز اینا رو که استفاده کردم، این قرصایی که دکتر برام فرستاد، قرصام همشون گیاهی بودن، اصلا شیمیایی توشون نبود، اینا رو یه دو سه روز چند روز استفاده کردم، دیدم که دوباره همون دوبینی رو دارم و همون گزگز و همون نداشتن تعادل. رو زنگ زدم واسه دکتر، خب وقت و بی وقت بود دیگه، وقتی که من اینجوری بیماریم به من غلبه میکرد، منم دیگه پناه میبردم به دکتر، دیگه نمیفهمیدم که اون بر نزدیکای صبح وقت استراحت دکتره. خلاصه زنگ میزدم دکترم با صبوری، با همون متانت کامل جواب رو میداد و صبوری به من امید میداد، میگفت دخترم من مسکن واسه نفرستادم که تو درجا بخوری و خوب بشی، تو یه سری داروست که باید با صبر و تحمل اینا رو استفاده کنی تا یه سری بهش زمان بدی، تو دردات رو تحمل کن، این دارا رو استفاده کن تا به نتیجه خواست برسی. که استفاده کردم، بعد مدت یک ماهی که گذشتم، نه واقعا دارم به سلامتی خودم میرسم، واقعا انرژی دارم میگیرم، دوبینیم خیلی کم شده، گزگزم کم شده، تعادلم یواش یواش داره خوب میشه، که همین به همین روال پیش رفتم تا مدت 6 ماه هم تموم شد. 6 ماه هم که تموم شد برای دکتر زنگ زدم، گفتم دکتر داروام تموم شده چیکار باید بکنم؟ گفت دخترم برین یه MRI بگیر، مطلع شو از بیماری خودم، خودت مطلع شو ببین که تو چه وضعی هستی. که من رفتم پیش دکتر معالج خودم تو ایران، گفتم دکتر یه MRI میخوام برام بنویسی. گفت دلیلی نداره الان من واسه MRI بنویسم، تو چند ماه پیش MRI گرفتی، اما بیماری که مشخصه، تو داروات ادامه بده، بعد حالا چند سال دیگه من واسه بنویسم، الان خیلی زوده. گفتم نه شما برام MRI بنویسی، من میخوام که یه MRI برام بنویسی دیگه. با اصرار خودم دکترم برام MRI نوشت و بعد که جوابشو بردم خون، دیدم دکترم یه جوری نگاه میکنه، استرس گرفتم، گفتم که دکتر چرا اینجوری نگاه میکنه؟ حتی نذاشتم که مطالعش تمام بشه، بهش گفتم دکتر تو را خدا به من بگو که چی مشاهده میکنی. فراغی که گذاشت به من، گفت دخترم کاملا خوب شدی، تو پلاکات کلا خاموش شدن، چی کار کردی تو؟ گفتم والا من یه سری دارو گرفتم، از آمریکا گرفتم استفاده کردم، با اینا خوب شدم، دیگه اصلا آمپولایی که شما برام تجویز میکردین اصلا استفاده نمی کنم، اونا همونجوری موندن تو خونه، حتی دکترم هم گفته بنداز تو سطح زباله، این همه که خرجشون کرده بودم دلم هم نمیومد بندازم دور، همونجوری موندن تو یخچال. بعدش گفت که دخترم عالیه، تو این دارا رو بیار برام، این نقطه رو بیار برام، منم اینا برای بیمارای بعد دیگه من اینا رو تجویز کنم. گفتم اینا هر جایی نیستن، این یه سری مراحل خودش داره، که دکتر رو معرفی کردم، شماره دکترم حتی به دکتر ایران خودم دادم، خیلی هم پذیرفت، خیلی هم خوشحال شد، ایمان آورد، اصلا گفت واقعا همچین چیزی اگه هست، واقعا مریضا به مریضا بگین که برن سمت سوش دیگه، اینجوری تو عذاب نباشن. خلاصه که اومدم خونه واسه دکتر خودم زنگ زدم، گفتم دکتر من چنین، گفت جواب امارای ما واسش ایمیل کردم، گفتم دکتر نگاه کنین چنین، دکترم اینجوری،
گفت دخترم تو کاملا خوب شدی که اصلا کلا پلاکات خاموشی دیگه، اونجوری که شفاف بودن نیست، پلاکات نیست، خدا رو شکر برو جشن میگیر. من میدونستم تو خوب میشی، ولی من میخواستم که از زبون خودت بشنوم. دیگه غلطه گفتیم که خوب شدم چه بهتر. بعد 2-3 روز گفتم که دکتر من خوب شدنم، و چون خیلی بیمار میدیدم، خیلی مریضای اینچنانی میدیدم، گفتم دکتر بذار بقیه بیمارای پیامی بدم که همچین چیزایی هستن، اینجوری که من خوب شدم بذار بیماره دیگه هم خوب بشن. که یه روز نشستم دکتر برام از برام زنگ زد، همین زنده تو ITN صحبت کردم، تلفنی صحبت کردم، همین حرفایی که الان زدم همین تلفنی زدم، پخش زنده بود که بیماره دیگه هم بشنون که همچین چیزایی هست. بعدش دیگه این تموم شد، یک 3 سالی گذشت، 3 سالی گذشت، همه به من میگفتن، میگفتن که تو الان خوب شدی بازم بیماری بهت برمیگرده. خیلی ناراحت شده بودم، میگفتم خدایا، ولی هر سالم امارای میگرفتم ولی هیچی هم نبود، میگفتم برمیگرده، حالا این یه جورای پنهان شده دوباره این خودشو نشون میده، بازم بیماری برمیگرده، بیماری به این مهمی. که 3 سالم تموم شد، یه روزی واسه دکترم زنگ زدم، همیشه که باهاش در تماس بودم دکتر خودشم میگفت به من این رژیم غذایی رو، به من میگفت همیشه غذاات ارگانیک بخور، سبزیجات میوه‌جات، دکتر خیلی راهنمایی میکرد، خیلی اون گفت دارو که استفاده نمیکنی دکتر خودت باش، از لحاظ غذایی و از لحاظ مکانی اینا شرایطتو باید خوب نگه داری. حرفشو خیلی گوش کردم، خیلی هم به نتیجه رسیدم، دکتر اصلا عالی مشاورم میکرد. که 3 سال گذشت دوباره واسه دکتر زنگ زدم، گفتم دکتر من حالم خوبه، گفت خدا رو شکر منم خوشحالم حالت خوبه. گفتم دکتر میخوام بازم پیام رسانی کنم، یه پیامی به بیمارای دیگه بدم که اینم در جریان باشن، من اینجوری خوب شدم، الان 3 سال هیچ داروی استفاده نمی کنم، من یک روز نمیتونستم بدون دارام زندگی کنم، یعنی 1 ساعت از وقت دارام میگذشت دوباره اون حالت به من برمیگشت، ولی الان 3 سال بدون دارو دارم زندگی میکنم. که دکترم پذیرفت، یه شب یلدایی بود که حرف زدم دوباره تلفنی، برنامه زنده حرف زدم، پیام رسانی کردم، گفتم بیماره دیگه هم بذار در جریان باشن، چون خودم هم این شرایط طی کردم، خیلی شرایط بدیه، خیلی آدم اصلا کلن از زندگیش ناامید میشه، میگفتم این بذار بیماره دیگه به این ناامیدی دچار نشن، اینم امید داشته باشن، این همچین چیزی هست. که حرف زدم، برنامه زنده حرف زدم، خلاصه پیام رسانی کردم، دوباره این 3 سالم تموم شد، الان 8 ساله، 8 سال خیلی خوبم، هر سالم امارای میگیرم، امارای خودم هم هستن، این امارای که بیمار بودم، این امارای که دارای دکتر رو استفاده کردم. نگاه کنید عزیزای دلم، ببینید یه آدم خیلی معمولی هم میفهمه که اینجا چه خبره، ببینید پلاکامو نگاه کنید، ببینید چقدر پلاکه، ابعاد بزرگ داشتم، کل مغزم پلاک بود، نگاه کنین، نگاه کنین، همه ببین پلاکن، مغزم پر پلاک بود. اینجا رو نگاه کنین، بعد اینکه دارا رو استفاده کردم، چیز امارای من رو نگاه کنین، ببینین یه دونه پلاک هست تو مغزم، هیچ چی نیست تو مغزم، ببین اینا همه سنده، امارای خودم هم ببینین، ببینین به اسم خودم هم، ببینین دلبر طاهری، دلبر طاهری، بیمار معالج، دکتر معالجم، دکتر معالجم، همه اینا هستن، همه سندن، هیچ تبلیغاتی نیست، نه دکترم هم خبر داره، من وظیفه انسانی خودم دونستم که این پیام رسانی کنم برای عزیزانی که این شک رو دارن، این بیماری رو دارن، تو عذابم خلاصه هر جور باشه، من این مرحله رو طی کردم، خیلی سخته، خیلی سخته با این بیماری ها کنار اومدن، به خاطر همون وظیفه خودم دونستم که این برنامه رو بگیرم، عزیزان ببینن، مدرک هست، خودم هستم، مدرکم هست، میتونم بیان ببینن، من خودم هم خیلی آدرسم رو دادم، از اصفهان، از تهران، از شیراز، از یزد، از همه جای دنیا تشریف میارن، بازم دلم میخواد بیان ببینن. من بچه ساکن استان گیلانم، شهرستان تالشم، بیان. اون دفعه هم آدرس خودم رو گذاشتم، گفتم هر کسی که دلش میخواد بیاد نگاه کنه ببینه من هستم. الان 8 سال گذشته، خیلی 8 سالم خیلیه، یه عمریه بدون دارو زندگی کردن، اینجوری سر سلامت زندگی کردن خیلیه، خیلی خوشحالم. از
اختلاف ها از دکتر وزیری تبار ممنونم، خیلی لطف کردن واقعا، بالا سر خدای بزرگ. دومم که این دوتا عزیزانم دستشون از راه دور میبوسم، سپاسگزار این دو نفر هستم که خیلی خیلی برام تو زندگی مهم، من سلامتی ما به من برگردوندن، مدیونشون هستم. این سلامتی ما خانوادم خودم تو آرامش کامل دارم به زندگیم ادامه میدم، خیلی عادی مثل یه مردم عادی دارم به زندگیم ادامه میدم، زندگیمو میکنم، هیچ مشکلی هم ندارم، خدا را شکر. و دکتر وزیری تبار و درابای عزیز، خیلی سپاسگزار این دو نفر هستم، مدیونشون هستم، خیلی ممنون. براتون آرزوی بهترینا رو دارم، انشالله همیشه زنده باشین. دعاتو میکنم، چقدر که عمر دارم به جونتون دعا میکنم، دستم که کاری بر نمیاد جز این که دعا کردم. انشالله همیشه سلامت باشین، خیلی ممنون که هستین، دست گلتون در نکنه، سلامت باشین، خدا نگهدار همتون. در مورد ام اس بعد یه توضیحی براتون بدم. ببینید ام اس من بارها گفتم ولی لازمه باز هم تکرار کنم، ام اس به 4 دسته اصلی تقسیم میشه. من فارسیاش رو میگم چون انگلیسیاش ذره سخته. به اصطلاح عود کننده ثابت، پیشرونده اولیه، پیشرونده ثانویه، عود کننده پیشرونده. حالا معانیش یعنی چی؟ در نوع اول یعنی ام اس عود کننده ثابت، ام اسیه که بیمار مرتباً حمله بهش دست میده، اتک ایجاد میشه. چون میدونید علت ام اس رو بارها گفتم، به علت نقص ایمنی و حمله یه تعدادی از گلبول‌های سفید به غشاء خارجی عصب که میلین بهش میده. پس این حمله مرتب دست میده به تواتر و هر وقت دست میده فرد یه سری علائم پیدا میکنه، بعد با پالس تراپی درمان دارویی بهتر میشه، به حالت اولیش برمیگرده، بدتر از اون که بوده نمیشه. این رو بهش میگن عود کننده ثابت، یعنی عود میکنه ولی بیماری ثابت مونده. نوع دوم رو بهش میگن پیشرونده اولیه، یعنی از اول اصلا بیمار نمیدونه ام اس داره، حالا به عللی یه امارای ازش انجام میشه، یا سرش جایی میخوره، یا اتفاقی میفته، یا باید یا آزمونی بده، به هر حال یه ام آر آی میکنه، میگن ای راستی تو مغز شما پلاکه، تازه متوجه میشه ام اس داره. چرا؟ چون حمله ای در ام اس پیشرونده وجود نداره، ولی این اتفاق میفته، یعنی غشاء میلین به وسیله گلوبول های سفید صدمه میخوره، ولی خیلی آهسته و آروم آروم جلو میره و بیماری روز به روز بدتر میشه، پیشرونده آهسته و طولانی زمانه. نوع سوم پیشرونده ثانویه است، یعنی بیمار ام اس میگیره، حمله چند بار بهش دست میده، ولی بعد از حمله ها یک مرتبه دیگه هیچ حمله دست نمیده و همیشه بیماری آروم آروم سیر پیشرونده داره، اینو بهش میگن پیشرونده ثانویه. و نوع چهارم عود کننده پیشرونده، مثل نوع اول که هی حمله دست میداد ولی بیمار حالتش ثابت بود، ولی در این نوع حالتش دیگه ثابت نیست و پیشرفت میکنه بیماریش، بدتر میشه. این 4 نوع کلی ام اس. اما خود بیماری ام اس انقدر وسعت داره، یعنی در آدمای مختلف، علائم مختلف، سنین مختلف اصلا متفاوته، ولی به طور کلی درمانی از نظر پزشکی به عنوان کیور و درمان وجود نداره از نظر طب کلاسیک، یعنی داروهایی که میدن همه اینها نگهدارنده است که بیمار رو از اینی که هست بدتر نکنه. اینها باعث میشن حمله به غشاء میلین دست نده، ولی چیزی که وجود داره اینها باعث نمیشن که تا آخر عمر بیمار بهبودی پیدا کنه، چون مقطعی بهبودی درش ایجاد شده. اما در مورد درمان با سلول های بنیادی یا استم سلز، سلول های بنیادی سلول هایی هستن که در مغز و استخوان ما همه ما وجود دارن که بهش میگیم adult stem cell، سل بنیادی بالغ، که میلیاردها هستن و مرتب میتونن دوپلیکیت بشن، تقسیمات بیشتری پیدا کنن و در بدن ما هستن، به خاطر اینکه بدن ما یه پدیدهی به نام دوباره سازی طبیعی داره. مثلا شما حمام که میرید هر 3-4 ماه یه بار پوستتون میره، یه پوست نو میاد، این از کجا میاد؟ به خاطر سلولای بنیادی. این اتفاق در درون بدن شما هم میفته، یعنی کبد، کلیه، مغز، لوزالمعده، همه اینا. اما طولانی و
طولانی مدت. مثلا فرض بفرمایید در مورد لوزالمعده 25 سال طول میکشه تا تمام سلولای لوزالمعده یه سری نوسازی و بازسازی بشن. به همین خاطر این تغییراتی که در بدن ایجاد میشه به وسیله سلولای بنیادی بهش میگن دوباره سازی طبیعی بدن. اما این تعداد استم سل یا سلول بنیادی کافی نیست برای درمان یک بیماری صعب العلاج. برای درمان یک بیماری صعب العلاج به مقدار بسیار زیادی سلول بنیادی احتیاجه که از مغز استخوان آزاد بشه. و این اون مطلبیه که ما داریم سالهاست راجبش صحبت میکنیم. پروفسوری میاد، آقای دکتر دراپا محصول رو کشف میکنه، چند ماده مختلف گیاهی رو با هم ادغام میکنه و محصولی به دست میاره به نام الان به اسم استم رجن. استم رجن با خوردنش باعث میشه سلولهای بنیادی از مغز استخوان آزاد بشن و به میزان روزانه 8 تا 10 میلیون وارد جریان خون بشن و برن به طرف بافتهای صدمه دیده. بافتهای صدمه دیده در اینجا چی است؟ بافتهای صدمه دیده در کسی که مستره غشاء خارجی میلینه. ما 3 نوع سلول بنیادی آزاد شده از مغز استخوان به داخل جریان خون داریم. یکیشو بهش میگیم هموجنیتور یا خونسازها، یکیشو بهشون میگیم مزانکیمال یا بافتسازها، یکی بهشون میگیم اندوتلیال یا مخاطسازها. یعنی چی؟ یعنی سلولهای بنیادی که تبدیل میشن به سلولهای خونی مثل گلوبول قرمز، گلوبول سفید، پلاکت ها. سلولهای بنیادی که تبدیل میشن به بافتهای بدن، مغز، کبد، کلیه و غیره. سلولهای بنیادی که تبدیل میشن به مخاطهای بدن مثل معده، روده، حلق، حنجره، اینا سلولهای مخاطی هستن. پس در نوع بیماری ام اس دو نوع از این استم سل ها بسیار مفید واقع میشن. یک، سلولهای بنیادی خونسازها که گلوبولای سفید که عمر 120 روز بیشتر ندارن در عرض 4 ماه تمام اینها رو تغییر میدن و طوری میشن اینها که دیگه علیه بدن اقدام نمیکنن. و یه نوع دیگه‌اش هم که مزانکیمال ها هستن میان و غشاء میلین رو ترمیم میکنن. خب پس متوجه شدیم که این اتفاقی که داره در بدن فرد میفته با سلول‌های بنیادی شدنیه، نه داروهای شیمیایی. برای همینه که بسیاری از بیماران در طول شاید 15 سال اخیری که این محصول در دنیا اومده و ما در اختیار عزیزان هموطنمون قرار دادیم بسیاری بهبودی پیدا کردن به وسیله درمان با این روش. این روش روش بسیار بسیار نه فقط برای ام اس. چون چند روز پیش یه مصاحبه داشتم، یعنی یه مصاحبه که نه، عذرخواهی، مشاوره داشتم با یکی از بیماران، بعد به من گفتن که آه دکتر میگن این برای ام اس خیلی خوبه. گفتم نه، برای همه بیماری‌ها خوبه، چون تعداد بیماران ام اس زیاده خب بیشتر نتیجه گرفتن، ولی این برای تمام بیماری‌ها از قبیل بیماری های ریوی، سی او پی دی، آسم، آنفیزم، بیماری های کبدی، بیماری های کلیوی، بیماری های قلبی، بیماری های قند، دیابت، بیماری مفصلی و بیماری مغزی، سکته های مغزی، آلزایمر، نماز، همه این بیماری ها رو استم سل میتونه کاور کنه. با هم بریم فیلم ویدئویی رو من برای شما در نظر گرفتم که روش صحبت میکنم در مورد ام اس. این رو ببینیم، برگردیم، من در خدمتتون خواهم. ببینید اینجا در مورد تشخیصش، نوعش، همه اینا توضیح میده. من بارها این فیلم نشون دادم. در زنها و آقایون هر دو گرفتاری ام اس وجود داره. در خانم ها بیشتره، تقریبا 2/3 به نسبت 2/3 1/3 است. از نظر تشخیصی مدارک زیادی لازمه، بررسی های زیادی لازمه که فرد رو ما تشخیص بدیم بیماری ام اس داره. علائم بیهسی اندام ها، گزگز شدن، نامنس شدن انگشتان، حالت تاری دید، عدم تعادل، سنگینی پا و این مسائل، اینا جز علائمی است که ما رو سوق میده به این طرف که نکنه بیمار ام اس داره. باید یه سری چیزایی رو به قول ما پزشکا رول اوت کنیم، یعنی رد کنیم. برای همین آزمایش خون میدیم. آزمایش خون برای این ام اس نیست، برای اینکه بدونیم که بیماری دیگه نیست. ولی بهترین روش به اصطلاح تشخیص بیماری ام اس MRI هست، یعنی Magnetic Resonance Imaging، تصویر برداری مغناطیسی که به وسیله مغناطیس انجام میشه، که حدود 30 خورده ساله که این تشخیص اومده در دنیا این دستگاه.
و نشون میده اون عکس نگاه کنیم، دو نقطه سفید، دو نقطه ای که پلاک ایجاد شده. پلاک به اصطلاح یعنی خوردگی قشاع خارجی عصب که میلین ما بهش میگیم. در نهایت در بعضی ها اگر این پلاک ها دیده نشد و ما نتونستیم تشخیص بدیم که این فرد آیا واقعا امستار یا نه، که مایع نخاعی رو بررسی کنیم. حالا این چهار نوع رو همونطور که در صفحه تلویزیون میبینید، نوعهای عود کننده ثابت، پیشرونده ثانویه، پیشرونده و عود کننده پیشرونده هست. حالا اگر ما نوع یک رو بگیم که 80% بیماران ام اس دچار این نوع، مثل آقای سراری که نوع خیلی خوبیه، عود کننده ثابته، یعنی مریض میشه درمان میکنه دوباره حالش خوب میشه، مریض میشه درمان میکنه دوباره حالش خوب میشه، بدتر از اون چیزی که هست نمیشه. درسته حمله بهش دست میده ولی بعد از حمله بهتر. ولی در نوع سکندری پروگرسیو که یکی از نوعهای خیلی خوبش نیست، اولش یکی دو بار مثل نوع اول حمله دست میده خوب میشه و بعد دیگه بیماری به طور آهسته پیشرفت میکنه. در نوع سوم پیشرونده اولی اصلا تشخیصش هم خیلی سخته، برای اینکه یه مرد اصلا حمله ای نیست ولی ما متوجه میشیم بر اثر حالا اتفاقی که بر بیمار میفته، MRI میکنیم متوجه این مطلب میشیم. در نوع چهارم یعنی پیشرونده عود کننده، یعنی این خیلی نوع بدیه، یعنی عود میکنه پیشرفت میکنه دوباره بدتر میشه، دوباره عود میکنه حمله دست میده دوباره بدتر میشه. این چهار نوع ام اس که خیلی از بیمارا ما نوع سکندری پروگرسیو هستن، پیشرونده ثانویه که نوع سختی از درمانش. میگن نظر درمانی، خب داروهایی هست به بیمار میدن و نوعش مهمه، امارایش نتیجه چیه، اینا همه اون پروتکل درمانی رو برای بیمار تشکیل میده. خب فیلم ام اس رو دیدید، ویدیوش رو و توضیحات رو گوش کردید، خیلی مفصل دیگه امروز صحبت کردم راجع به ام اس و امیدوارم که بیماری در دنیا نباشه. ما پزشکان همیشه آرزو می‌کنیم که اصلا بیماری وجود نداشته باشه. امیدوارم هر چه زودتر این بیماری سخت کرونا از کشور ما و از تمام دنیا بره، مردم به یه آرامش دست پیدا کنن. در اینجا در مورد ارتباط شما با ما یه صحبتی من با شما میکنم. ببینید شماره هایی که زیر صفحه هست، چه شماره انگلستان، امریکا، ایران، دبی، همه جا شماره هاشون زیر هست. یه سری آیکون های کوچکی هست در سمت چپ صفحه بالای این نوشته میبینید که ارتباط شما با ما از طریق یوتیوب، از طریق اینستاگرام، از طریق فیسبوک، از طریق وبسایت ما، همه اینا هست. میتونید مراجعه کنید، سوالی دارید بکنید و میتونید درخواست مشاوره بکنید. مشاوره رایگان هست، یعنی ما با شما مشاوره میکنیم، در صورتی که تمایل داشتید اون وقت اقدام به تهیه این محصولات از امریکا میکنید. خب میرسیم به این مسئله که چجوری باید با ما ارتباط برقرار کنیم. من نظرم بر اینه که بریم با هم دیگه ویدئویی رو ببینیم که من روی این ویدئو توضیح دادم که شما چگونه میتونید با ما کانتکت کنید، ارتباط برقرار کنید و ما بتونیم جوابگوی شما عزیزان باشیم. اول در مورد وبسایت خودمون براتون صحبت بکنم. اگر شما وارد وبسایت www.drwaziritabar.com بشید، یعنی همونی که پایین صفحه موقعی که من برنامه اجرا میکنم مشاهده میکنید، وقتی واردش بشید که الان ما این کار رو برای شما انجام میدیم، ببینید الان ما وارد وبسایت کمپانی شدیم. خب در بالا نوشته شده الان ما تو خانه هستیم، جایی که تو هوم هستیم، صفحه اصلی که در بالا نوشته شده همونطور که میبینید دکتر شهریار وزیری تبار، بعد درمان، بیماری ها، بهبود یافتگان، محصولات، رویدادها، تیم ما و ارتباط با ما. اگر ما بریم روی تیم ما و کلیک بکنیم، متوجه خواهیم شد که تیم ما از چه افرادی تشکیل شده. همینطوری که در تصویر میبینید، آقای دکتر دراپا، بنده که در خدمتون هستم، و خانم میترافته که کارشناس تغذیه کمپانی هستن. این کسانی هستن که تیم ما رو در امریکا تشکیل میدن. البته تیم ما افراد بسیار زیادی باز هم در خود امریکا، کارمندان ما در دبی و در لندن و در ایران داره، ولی خب ما به اصطلاح
فاندرهای این کمپانی رو، کسانی که این کمپانی رو پایه‌گذاری کردن رو به عنوان تصویر به شما نشون میده. بعد بریم راجع به محصولات صحبت بکنیم. کلیک کنیم روی محصولات. وقتی وارد محصولات بشیم، محصول اصلی این کمپانی محصول است به نام سم رژن، همینی که در تصمیم می‌بینید که نوشته شده تقویت کننده طبیعی سلول‌های بنیادی، استنجیم قوی ترین محصول کامل طبیعی موجود است که به منظور تحریک ترشح، همینه که در صفحه می‌بینید نوشته شده که چندین میلیون روزانه استمسل رو از مغزستان آزاد میکنه و میره به طرف بافتای صدمه دیده. تصویرش هم همین تصویری است که در اینجا میبینید، این باتلی که در اینجا تصویرش رو میبینید. و اگر کمی پایین تر بیایم، برای کسانی که در امریکا هستن، در کانادا، اروپا، خارج از کشور هستن، اگر مایل باشن میتونن، اگر بخوان با مشاوره‌ای که با من میکنن، میتونن استم رژین رو به صورتی که الان در این تصویر نشون داده شده یا ستا یا شیشتا رو به قیمتی که زیرش نوشته شده به صورت پیپال از کمپانی ما خریداری کنن. خریداری از طریق پیپال هست اگر در خارج از ایران هستید و میخواید. به غیر از مشاوره‌ای که با من میکنید، گاهی اوقات نیاز است که داروی جانبی هم کنارش بیاد که اون هم به این مسئله، به این داروها اضافه خواهد شد. و بعد اگر بریم سراغ بیماری ها، اگر وارد صفحه بیماری ها بشیم، مشاهده خواهیم کرد که تمام، ببینید تصاویر رو، تمام بیماری آرتروز، آدیسون، آتاکسی، آبوسی، از الف تا یه ما اینها رو ردیف کردیم. همینطور که داریم میایم پایین، صفحه رو میبینید به ترتیب میایم پایین، تمام بیماری ها هم از دیابت، دژنوسیون، روماتیسم، سکته مغزی، فرض بکنید که ناراحتی های سیاتی، سر، فلج مغزی، فابرومالژیا و و و و همه اینا تا به پایین، تمام بیماری هایی که از طریق این روش درمان قابلیت بهبودی دارن رو شما میتونید مشاهده بکنید. و بعد از بیماری ها میریم سراغ بغلش، بهبود یافتگان. اگر ما اینو کلیک بکنیم، کسانی که بهبودی با این درمان پیدا کردن، ویدئوهاشون رو در اینجا، نمونه هایی از بیماران درمان شده یا تحت درمان میبینیم که کسانی که روماتیسم، دیابت، ام اس، سکته قلبی، آرتروز، آتیزم، پارکینسون، سیروز کبدی، تنگی کار نخاعی، زایای نخاعی، اندومتریوز، ام اس، آرتروز، آمفیزم، لوپوس، ام اس، لوپوس، تومور مغزی، اسکلرودرمی، سرطان سینه، دیسک کمر، دیابت، انسداد مزمن ریه و تمام اینا که میبینید، اینا نمونه های از بیماران درمان شده هستن که ویدئوهاشون اینجا هست. حالا اگر صفحه، هر صفحه‌ای برید فرق نمیکنه، اون وسط میبینید، همینطوری میبینید نوشته شده روش درمان طبیعی از طریق آزادسازی سلول‌های بنیادی. 5 تا علامت میبینید، این علامت ها به ترتیب از دست چپ، یکی فیسبوکه، یکی توییتره، یکی اینستاگرامه، یکی یوتیوبه و یکی تلگرامه. به عنوان مثال حالا اینجا از وبسایت خودمون ما میریم، از اینجا درست ببینید اینو کلیک میکنیم، میریم وارد اینستاگراممون میشیم. بله، این تصویری که میبینید تصویر اینستاگرام ما هست که بسیار مجهز است و همه چی رو در این میتونید ببینید. و اگر دقت بکنید در اینستاگرام ما که وارد بشید، یه مقداری که دیدین اونجا نوشته شده صفحه رسمی دکتر شهریار وزیری تبار، مدیریت روابط عمومی، برای وقت مشاوره تلفنی نام بیمار، بیماری و تلفن را به این شماره واتساپ یا تلگرام نمایید. این که در اینجا میبینید، من الان دارم دورشو با این فلش نشون میدم، این اون چیزی هستش که شماره هستش که اون کسانی که برنامه تلویزیون من رو نمیبینن و تلگرام رو میبینن، میتونن با این شماره از مرکز ما، از روابط عمومی ما وقت مشاوره بگیرن. بعد پایین که میایم تصاویر رو میبینیم که نوشته شده سلولای بنیادی، تصاویر مختلف، نحوه درمان بیماری کلیوی، آرتروز. اگر نگاه کنید اون بالا، اینجا نگاه کنید، نوشته پست، یعنی پست ها، بغلش نوشته آی جی تی وی. لطفاً آی جی تی وی رو کلیک کنید ببینید. آها، وقتی آی جی تی وی رو کلیک میکنید، صحبت های هفتگی من میاد
یعنی صحبتی که به غیر از برنامه تلویزیونی، صحبتی که با شما عزیزان میکنم. اینجا مثلا نوشته شده دکتر شهریار ازدار استمرجین و پیشگیری از ابتلا به کرونا و تاثیرات کرونا در بیمار در حال درمان، که صداشون برام فرستادن. بعد دوباره بیمار درمان شده ام اس، بعد ویدئوی بیماری تنفسی و ویدئوی بیمارانی که بهبود یافتند شما در این به اصطلاح آی جی تی وی میتونید ببینید. من معمولا مرتبا هر هفته یه موضوع جدید رو در آی جی تی وی که این وسطی هست براتون خواهم گذاشت. برمیگردیم به پست. اگر در پست دقت کنید و به طرف بالا حرکت بکنیم، میبینیم درمان آرتروز، بیماری های کلیوی، همون آقای خلبانی که امریکایی هستن و استمرجین استفاده کردن و راضی هستن، درمان سر، درمان بیماری چشمی، خانم دکتر دندانپزشکی که الان به بیماران خودشون هم توصیه میکنن برای استمرجین، و خانم همسر آقای دکتر دراپا که هنرپیشه سینما هستن و به این زیبایی که در تصویر میبینید در این اینستاگرام ما ایشون، اینا همه به صورت ویدیو، بالاش علامت ویدیو داره، میتونید اینها رو تماشا کنید ببینید و تمام رو تا پایین. و یه قسمتی که الان اینجا هست نوشته شده که prepare renew rejuvenates، جوانسازی، سلامتی و مورد استفاده استمرجین، که اگر روش برید یک فیلم به زبان انگلیسیه که ما براتون به زبان فارسی دوبله کردیم و میتونید این رو ببینید. وقتی روش کلیک میکنید میاد و توضیح میده که دقیقاً کاری که ما میکنیم چیه، استمرجین چی هست، و خیلی خیلی جالب مفصل. به هر حال در اینستاگرام ما وارد بشید، بررسی بکنید، پیگیری بکنید، به چیزهای بسیار بسیار خوبی خواهی رسید. حالا اگر برگردیم دوباره روی به اصطلاح وبسایت خودمون برگردیم، همونی که ازش وارد اینستاگرام شدیم، دوباره برمیاریم عقب، میریم روی همون وبسایت دی‌آر وزیری تبار، دکتر شهریار وزیری تبار. وقتی بریم، ما الان قبلش اینستاگرام رو الان باهاتون صحبت کردیم، ولی میتونید برید رو اولی اف یا فیسبوک. اگر کلیک بکنید خواهید دید که صفحه فیسبوک ما باز میشه که خیلی مفصل در موردش نوشته شده. شروعش در بالا نوشته انقلاب تندرستی همراه با سلولای بنیادی. در فیسبوک اگر تایپ کنید DR نقطه شهریار وزیری تبار و اون تصویر رو میبینید، تصویر من رو در دایره میبینید، اون رو اگر دیدید میتونید واردش بشید. همین فیسبوک به اصطلاح کمپانی هست و تمام مسائل رو همطور که میبینید از بالا تا پایین، توضیحات مختلفی که من در فضای باز برای بیماری های مختلف دادم از بالا تا پایین میبینید، بیماری های مختلف رو میبینید و و و بسیار شبیه اینستاگرام، و فیلم های بسیار زیادی ویدئویی در این فیسبوک ما موجود هست. شما هم از طریق فیسبوک میتونید سند مسیج بفرستید برای ما، در قسمتی که الان من روش دارم نشون میدم سند مسیج، هم میتونید از طریق اینستاگرام برای ما مسیج بفرستید یا تلفن بزنید به اون شماره. و اگر دوباره برگردیم به وبسایت خودمون، دوباره برگردیم رو وبسایت خودمون، پس تا حالا اینستاگرام و فیسبوک رو دیدیم، حالا بغلش نوشته یوتیوب قرمز رنگه. ما اگر یوتیوب رو کلیک بکنیم و وارد یوتیوب بشیم، میبینیم که در یوتیوب قضیه فرق میکنه. در یوتیوب اگر برید سرچ کنید، بله همین تصویری که میبینید که سخنان آقای دکتر آلن سامرسال رو میشنوید، به محصه که باز میکنید، باز بالای یوتیوب نوشته شده انقلاب تندرستی همراه با سلولای بنیادی، و در کنار دست راست دوباره اون علائم اینستاگرام و تلگرام اینا هست. یعنی از یوتیوب هم میتونید وارد اینستاگرام بشید. اگر سفر بیاید پایین، بعد از سخنرانی آقای دکتر آلن سامرسال که برای شما به زبان فارسی دوبله شده ببینید، میتونید تمام صحبت‌های من رو در فضای باز ببینید که هر کدوم 2-3 دقیقه هست، و بعد بیماران درمان شده رو به ترتیب در پایین میتونید مشاهده بکنید. سمینارهایی که من در شرکت داشتم، و به طور کامل اگر کلیک کنید ویدئو رو، بخش دوم یعنی هوم و ویدئو دیگه تماما ویدئوها رو به شما نشون خواهد داد. حالا اگر برگردیم دوباره روی وبسایت خودمون، این بار وارد تلگرام بشیم، میتونیم تلگرام رو کلیک بکنیم و
وارد تلگرام خودمون بشیم. همطور که میبینید تلگرام ما صفحه رسمی من هست نوشته شده و برای مشاوره میتونید واتساپ یا تلگرام با اون شماره بکنید. در این تلگرام کمپانی ما هست و بعد اگر برگردیم دوباره روی وبسایت خودمون میتونیم توییتر رو ببینیم، علامت اون پرنده ای که میبینیم. وارد توییتر هم بشیم همینطور، تو توییتر نوشته شده دکتر شهریار وزیری تبار، یعنی @DR وزیری تبار هست، همه اینها همین هست. و بعد میتونید همون نوشته ها رو در اینجا ببینید که در صدر شما میبینید راجع به دژنراسیون ماکولا توضیح داده شده و به ترتیب میاد پایین همه بیماری ها. اینجا هم میتونید برای ما پیغام بذارید، تلفن بزنید و تقاضای مشاوره بکنید. من کریستیان دروپا هستم و تخصص من نوروفیزیولوژی است، یعنی تحقیق در زمینه عملکرد سیستم عصبی، اما مطالعات فعلی من اساساً در زمینه سلول‌های بنیادی میباشد. دلیل اینکه امروزه تمرکز بسیاری متوجه سلول‌های بنیادیه اینه که همگان به پتانسیل فوق‌العاده سلول‌های بنیادی بالغ در احیا و بازسازی واقفند. در اینترنت و هر جای دیگه‌ای می‌بینید و می‌خونید که چطور سلول‌های بنیادی استخراج شده از خون، مغز استخوان یا بافت چربی را می‌تونیم تغییر و این بار با فواید فوق‌العاده‌ای که برای سلامت انسان دارند مجدداً به بدن تزریق نمود. اما موضوعی که به اون اشاره نمیشه اینه که این سلول‌ها از ابتدا به ساکن در بدن حاضرند. دلیل برتریشون استخراج و ورود دوبارهشان به بدن نیست. در اینجا سوالی که پیش میاد اینه: وظیفه طبیعی سلول‌های بنیادی در بدن چیست؟ اکنون دانشمندان پس از حدود 15 سال تحقیق به صراحت بیان می‌کنند که سلول‌های بنیادی سیستم ترمیم و بازسازی طبیعی بدن را تشکیل می‌دهند. هر چه تعداد سلول‌های در گردش بیشتر باشه، سلول‌های بیشتری می‌تونند در فرایند طبیعی ترمیم بافتی شرکت کنند. هدف استمریژن در دست داشتن محصولی است تا با مصرف اون تعداد سلول‌های بنیادی بیشتری را به طور روزانه وارد گردش خون کنیم. این روشی است برای بهره‌مندی از پتانسیل عظیم سلول‌های بنیادی بالغ در هر فرد و در هر کجای جهان. به یاد داریم زمانی که اولین مطالعات و اولین مشاهدات در زمینه پتانسیل سلول‌های بنیادی بالغ منتشر شد، تمام شور و هیجانات مربوط به اوایل دهه 2000 بر توانایی بالقوه سلول‌های بنیادی جنینی متمرکز شد. کمی بعد بود که متوجه شدیم سلول‌های بنیادی بالغ نیز میتونن همین پتانسیل رو داشته باشن. به محض ثبت این یافته‌ها، اولین هدفی که دانشمندان و پزشکان بر اون متمرکز شدند این بود که چطور میتوان از این سلول‌ها استفاده کرد، چطور میتونن اونا از بدن خارج کرده و با انجام یک سری اقدامات آزمایشگاهی اونا رو دوباره وارد بدن کنند. بنابر این تمرکز ما بر روی استخراج سلول‌های بنیادی به نوعی کوک کردن اونها در آزمایشگاه و تزریق دوباره به درون جریان خون بود. به مرور زمان متوجه شدیم که دیگه نیاز نیست کار چندانی در آزمایشگاه انجام بدیم، کافیست اونا رو وارد بدن بکنیم. خودشون کار خودشون رو بلدن، چرا که کار اونها ترمیم و بازسازیه. کانون توجه مطالعات من تحقیق بر روی گیاهانیه که به عنوان یک عامل تحرک بخش برای سلول‌های بنیادی عمل می‌کنه و ترشح طبیعی این سلول‌ها از مغز استخوان رو تقویت می‌کنه. تمامی این تحقیقات با هدف ثبت تاثیر انواع گیاهان در نقش محرک سلول‌های بنیادی انجام شده. حالا که همه این مطالعات به ساخت استمریجن منتهی شده، قدم بعدی اثبات رابطه بین افزایش روزانه تعداد سلول‌های در گردش با استفاده از محصولی مانند استمریجن و تأثیر اون بر سلامت و انواع بیماری هاست. بنابراین مزیتی که استمریجن ارائه میکنه رویکرد جدیدیه که من اون رو تحرک بخشی به سلول‌های بنیادی درونی مینامم، یعنی آزادسازی سلول‌های بنیادی خودی، تأثیر اون خفیف‌تره. بنابراین تعداد کمتری از سلول‌ها رو آزاد میکنه. در نتیجه انجام اون در طولانی مدت کاملا بی‌خطره و حتی تأثیر تجمعی اون بسیار بیشتره. در حال حاضر در مرحله کارآزمایی بالینی هستیم و نه تنها به مقایسه دو روش تحرک بخشی به سلول‌های بنیادی و تزریق سلول‌های بنیادی به یکدیگر می‌پردازیم، بلکه امکان سازگاری این دو روش در کنار یکدیگر را نیز بررسی می‌کنیم. اگر به داشته‌های امروزمون در زمینه تکنولوژی سلول‌های بنیادی و آینده اون نگاهی بندازیم، ناخودآگاه و البته تا حدودی به درستی به فکر درمان‌های خالص‌تر و تکنولوژی خالص‌تر
در بهره برداری از سلول‌های بنیادی خواهیم افتاد و به امکان انجام نوعی تغییرات ژنتیکی در اونها به منظور درمان برخی از بیماری‌ها فکر کنیم. تلاش گسترده‌ای توی این مسیر آغاز شده و ادامه خواهد داشت. با این حال با تأمل بیشتر متوجه می‌شیم افراد نیازمند این گونه درمان در اقلیت هستند. اون هم اقلیتی که نمیتونه هزینه این درمان رو تقبل کنه. بنابراین از نظر من مفهوم مهمتر و جهانی تکنولوژی سلول‌های بنیادی یا درمان با سلول‌های بنیادی درک این حقیقته که در طول زندگی سلول‌های ما به طور روزانه از بین میرن. هر روز سلول‌هایی که از بین میره جایگزین میشن که این وظیفه طبیعی سلول‌های بنیادی در بدن. پس اگر بتوان روزانه سلول‌های بنیادی رو در بدن آزاد کرد، یعنی هر روز به ترمیم و تجدید بافت کمک کرده و بدین ترتیب در طول زندگی فرد از بروز مشکلات جلوگیری کرده. بنابراین بهره برداری از سلول‌های بنیادی به این روش بر روی جامعه تأثیر بسیار عظیمی داره و به سادگی میتوان گفت با تقویت آزادسازی سلول‌های بنیادی به طور روزانه کیفیت زندگی افراد رو حفظ کردیم و این دستاورد بزرگیه. از نظر من رسالت با ارزشی که سلول‌های بنیادی برای همه در آینده رقم خواهند زد، درک این بخش از ساختار بدن و وظیفه طبیعی سلول‌های بنیادی و سپس تقویت و بهره برداری از پتانسیل سلول‌های بنیادی خودیه. اغلب اوقات اینو مثال می‌زنم. 10 سال پیش پله‌ها رو 3-1 بالا می‌رفتیم. 5 سال پیش 2-1. 2 سال پیش 1-1. 1 سال پیش 1-1 اما آرومتر. 6 ماه گذشته 1-1 آرومتر و با توقفی کوتاه برای رفع خستگی و ناگهان 1 روز سکته قلبی میکنی. مشکل ما از اون روز شروع نمیشه. همه چیز شامل یک سیر تدریجی آهسته است تا روزی که مشکلات تأثیر خود بر زندگی ما رو نشون میده. اینجاست که متوجه اون میشیم. بسیاری از موارد در این سیر تدریجی قرار میگیرن. اگه تعداد سلول‌های بنیادی در گردش خون رو بالا ببریم و به بدن کمک کنیم تا قبل از ظاهر شدن بیماری خودش رو ترمیم کنه، میتونیم سلامت بمونیم و این مزیت رو به بدن بدیم که از پیشگیری فراتر رفته و تواناییش رو در حفظ سلامتی خودش افزایش بده. پس این محصول هم برای کسایی که دچار شکستگی و آسیب هستند و هم تمام کسایی که سلامتند و از توانایی و پتانسیل سلول‌های بنیادی آگاه بوده و میخوان سلامت بمونن مفیده. پس با مصرف روزانه استمریجن این فرصت رو به بدن میدیم تا سلامتی خودش رو حفظ کنه. سرتون حسابی دیگه درد گرفت؟ برای این جلسه دیگه کافی صحبت های زیادی که من کردم و برای تا هفته آینده همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارم.